با سلام و احترام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، در این جلسه از تجربه های زیسته خدمت جناب دکتر پرچخاری هستیم. جناب دکتر، ممنون میشیم لطف بکنین که یک معرفی اولیه از خودتون و در حال حاضر و تحصیلاتتون لطف بکنین برای ما. به نام خدا، من در ابتدای عرض سلام دارم. با عرض سلام، ادب، احترام خدمت همه عزیزان، شما دو بزرگوار و همه عزیزانی که این ویدیو رو میبینند و انشاءالله که بتونن استفاده بکنن. عرض به خدمت شما که من شاهین پرچخاری هستم. در خصوص دوران ابتدایی، در واقع شروع تحصیلاتم رو، دوران ابتدایی همزمان بود با انقلاب اسلامی. میخوام عرض کنم که در واقع دوران ابتدایی و راهنمایی من با فراز و نشیب های زیادی روبرو بود. سال اول ابتدایی در دبستان کیوان در شهر آبادان در واقع شروع کردم تحصیلاتم رو و به سال سوم دبستان بودیم که جنگ شروع شد و در واقع روزی که بایستی می رفتیم، فردای روزی که بایستی می رفتیم مدرسه، جنگ شروع شد. خب ما هم در آبادان بودیم، در واقع شاید نقطه شروع جنگ از همونجا بود. و عرض به خدمت شما، خب طبیعیه که مدارسی نبود و ما به هر حال از این شهر به اون شهر، چون منزل ما کنار پالایشگاه بود، بعد از یکی دو هفته اومدن گفتن شما اجبارا باید اینجا رو ترک بکنید. بنابراین ما دیگه یه خورده در آواره شدیم و از این شهر به اون شهر تا شب یلدا بود که ما به مشهد رفتیم. ما به مشهد رسیدیم، بعد از یکی دو هفته پدرم گفت خب حالا دیگه باید برید مدرسه. مدرسه ای بود به اسم، اگر اشتباه نکنم، شفق. تقریبا 4 ماه سال گذشته بود و حالا پدر ما دست ما رو گرفت، گفت که بریم مدرسه. ابتدا که وارد شدیم به مدرسه، اونا گفتن که امکان نداره ما شما رو بپذیریم، 4 ماه سال گذشته و پسر شما خب نمیتونه، عقب میفته. پدر من بهشون گفت که شما ایشون رو ثبت نام بکنید، مطمئن باشید از همه اونایی که 4 ماه اینجا درس خوندن جلو خواهد زد. و این اتفاق افتاد و خوشبختانه ما سال اول جنگ رو، علی‌رغم اینکه هم اکثر حالا همشهریان ما، همستانیان ما سال اول جنگ رو نتونستن درس بخونن، ما به این صورت ادامه دادیم سال سوم رو و چهارم. به همین صورت دوباره ما برگشتیم به خوزستان، حالا شهر دسپور رو انتخاب کردیم و اونجا هم که دیگه خودتون میدونید شهری بود که با توپ‌های فراوان، خمپاره‌های فراوان، موشک‌های فراوان. در واقع ما دوران راهنمایی و دبستانمون رو به این صورت گذروندیم. تقریبا میشه گفت در کل مثلا یک سال تحصیلی اگر 9 ماه بود، ما 3-4 ماه بیشتر هر سال مدرسه نمی‌رفتیم. دبستانمون هم به همیشه. حالا اگر من بخوام فراز و نشیب‌ها رو توضیح بدم، شاید اطاله کلام میشه، از حوصله این بحث خارج خواهد شد، ولی فراز و نشیب های زیادی داشتیم، اتفاقات زیادی افتاد. موشکبارانی که ما توی مدرسه بودیم، اون 54 هواپیمایی که توی اندیمش اومدن بمباران کردن، ما در مدرسه بودیم. مسیری رو که من رفتم لحظه به لحظه، یعنی نقطه به نقطهش رو بمباران شده بود. یعنی اگر من یک جا ایستاده بودم، در واقع مورد اصابت قرار می گرفتیم. به هر حال لطف خدا بود یا هر چیزی، ما این دوران رو پشت سر گذاشتیم و در رشته ریاضی فیزیک دبیرستان امام خمینی دسپول ما فارغ التحصیل شدیم و عرض به خدمت شما، و بعدش هم دانشگاه صنعت نفت، دانشکده مهندسی شیمی و پتروشیمی آبادان در سال 1370، دقیقا پشت به پشت دبستان، در واقع کلاس اول دبستانم، دبستان کیوان، ما در واقع تحصیلات دانشگاهیمون رو ادامه دادیم که برای من یک
در واقع به نکته جالبی بود، یعنی جایی که من شروع درسم رو داشتم، در همون نقطه من دانشگاه قبول شدم و این برای من خیلی جالب بود و هست. برای در واقع کارشناسی ارشدم رو هم در دانشگاه کلگری کانادا پذیرفته شدم و اونجا 18 ماه من تحصیلاتم رو ادامه دادم و برای دکترا هم که در رشته مهندسی نفت مخازن در همین دانشگاه تهران پردیس بین‌المللی کیش ادامه تحصیل دادیم. خب بسیار خوشبختم که بگم در هر سه مقطع دانشجوی ممتاز بودم، چه در رشته مهندسی شیمی گرایش بازرسی فنی در دانشگاه نفت آبادان، چه در دانشگاه کلگری کانادا و چه در دانشگاه تهران جز در واقع دانشجویان ممتاز بودم و بسیار خوشحالم از این بابت. سپاسگزارم. خواهش میکنم. در خصوص کارم مثل که به نظرم بله بله ممنون. بله بله. خب ما بعد از این که در واقع تحصیلات دانشگاهیمون رو در کارشناسی به اتمام رسوندیم، خب این سربازی یه مقداری وزنه ای بود که خیلی روی دوش من بود و بس این رو انجام میدادم و خوشبختانه در مناطق نفخیز جنوب در اداره کل مهندسی نفت ما پذیرفته شدیم، اگرچه رشته من بازرسی فنی بود و من در اداره مهندسی نفت که تقریبا میشه گفت هیچ شناختی از اون نداشتم. نکته ای که اینجا قابل ذکر اینه که روزی که ما برای مصاحبه اومدیم در مناطق نفخیز جنوب، 30 تیر ماه سال 1375 بود، روز بسیار گرم، ما اومدیم 20 نفر بودیم. وقتی که وارد اون اتاق مصاحبه شدم، خب یک تیمی از بزرگان مناطق نفخیز از ادارات مختلف جمع شده بودن و به من گفتن شما از نفت چی میدونید؟ این رشته من بازرسیه و حالا آقایون نفت اومده بودن. حالا به دلایلی از اداره بازرسی فنی و خوردگی فلزات نفری نیومده بود برای جذب نیرو. با من گفتن از نفت چی میدونی؟ گفتم از نفت تنها چیزی که میدونم اینه که نفت وقتی که میاد بیرون گوگردش رو میگیرن، اونم به خاطر اینکه خوردگی در واقع در لوله ها ایجاد نکنه. گفتن خونم باز برمیگرده به رشته خودت. ولی خوشبختانه حالا با توجه به نمراتی که داشتیم و حالا اون مواردی رو که مرتبط بود با درسایی که خوندم میپرسیدن، از بین 20 نفر 5 نفر رو انتخاب کردم که خوشبختانه من جز اون 5 نفر بودم و طرح نظاممون رو ادامه دادیم و در واقع اونجا شروع کردیم و کار رو ادامه دادیم بعد از طرح نظام تا فکر میکنم بعد حدود 22 سال در اداره پتروفیزیک بودم و بعد هم در واقع بحث‌های در واقع قسمت‌های دیگه. دکتر چی شد که اصلا رشته مهندسی و مهندسی شیمی رو انتخاب کردید؟ واقعا اگر بخوام این رو جواب بدم، من سال دوم راهنمایی در مدرسه شهید نادر سالارزاده، روز اولی که رفتیم در واقع سر کلاس، معلمی داشتیم آقای خلوصی دبیر ریاضی ما بود. اون دو ساعت اولی که حالا همه می اومدن درس می دادن، ایشون فقط صحبت کرد، یعنی یک کلام درس نداد و فکر می کنم سال 63 بود. بعد شما در نظر بگیرید سال 1363 یه دبیر ریاضی اومد سر کلاس و گفت کشور الان نیاز به مهندس داره. ما تا موقع اگر از ما می پرسیدن می خواهید چه کار بشید، خب یه حالا دانش آموزی که فکر میکنم در 12 سال سن داشته باشه، یه مقداری توی رویاست هنوز، میخوام خلبان بشم، میخوام فضانورد بشم، میخوام نویسنده بشم، میخوام دانشمند بشم، تا اون روز به هر که میپرسیدی این رو میکنم. ولی نقطه عطف زندگی من فکر میکنم در همون 2 ساعت اتفاق افتاد. آقای خلوصی که شاید دیگه بعد از اون سال من دیگه ایشون رو ندیدم، هر جا هست زنده باشه،
و انشالله اگر ببینمشون دستبوس ایشون خواهم بود. با نکاتی که در اون دو ساعت گفتن، نیازی که کشور در اون زمان به مهندس در واقع داشت، باعث شد که من مصمم بشم و اراده بکنم به اینکه رشته مهندسی رو انتخاب بکنم و علاقه من شدم به رشته مهندسی، در حالی که خیلی آشنایی نداشتم اینکه به چه صورت باید وارد این عرصه بشم. یادم از سال سوم، سوم راهنمایی در مجتمع آموزشی سد دز من درس میخوندم، یکی از تکنسیان های اونجا، حالا اسمش رو نمیبرم، اومد، معمولا می اومدن مدارس یه صحبت هایی میکردن، جلساتی برگزار میکردن، من بلند شدم گفتم که اگر من بخوام مهندس بشم چی کار باید بکنم. حالا دقیقا یک سال و نیم بعد از اون اتفاق آقای خودسیه، اگه من بخوام مهندس بشم باید چی کار بکنم؟ یه نگاهی کرد که باید درس بخونی. همه زدن زیر خنده. خب من که میدونستم باید درس بخونم، ولی منظورم این بود که چه مسیری رو باید انتخاب بکنم و چه کارهایی باید انجام بدیم، مقدمات این چیه. من هدفم از این سوال این بود، ولی خب اونجا سوالم رو در واقع جوابش رو نگرفتم، ولی درسمون رو خوندیم و با تمام اون فراز و نشیب هایی که خدمتتون عرض کردم در دوران جنگ، خوشبختانه موفق شدیم در رشته مهندسی وارد دانشگاه بشیم. بسیار عالی، خیلی ممنون جناب دکتر. آقای دکتر میتونید بیشتر در رابطه با ورودتون به صنعت برای ما بگین؟ شما فرمودین که دیگه تحصیلاتتون رو در واقع پشت سر هم جلو رفتین و دیگه برای سربازی و اینها یه جورایی میشه گفت وارد صنعت شدین. اینو بیشتر میتونید برامون توضیح بدین اینکه اولین تجربتون از صنعت به چه شکلی بودش؟ ببینید، ما خب بورسیه صنعت نفت بودیم، یعنی حالا اون زمان این گروه الف و ب دانشگاه نبود، تمام افرادی که وارد دانشگاه صنعت نفت می شدن می بایستی تعهد می دادن و همشون می اومدن توی صنعت. خب یه امکانی هم برای ما وجود داشت، یعنی افرادی که حالا نمرات خوبی داشتن از نظر گزینشی، امتیاز بالایی داشتن، اینها دعوت می شدن در واقع برای طرح خدمت، یعنی سربازینشون رو در مناطق محروم، در مناطق محروم صنعت نفت بگذارن. حالا غیر از مثلا شما مرکز که تهران باشه، جاهای دیگه میتونستن برن. خب ما رفتیم درخواستمون رو دادیم، حالا درخواستمون هم یک ارائه در واقع کپی کارت پایان در واقع دفترچه نظام وظیفه بود که اون رو ما میدادیم به مرکزی پنجم در واقع دایره استخدام وزارت نفت و بعد دیگه صدامون میزدم. این هم مراحلی داشت، باز اینجا هم یک نکته بود، نکته های جالبی بود که برای من اتفاق افتاد. من فکر میکردم همین که اون برگه رو تحویل میدم و دیگه اونا میگن خب شما رو معرفی میکنیم به مناطق نفخیز، دیگه مثلا به موقعش صدامون میزن بیاید شما دیگه باید برید توی فلان اداره مثلا مشغول به کار بشید، در صورتی که مصاحبه داشت، یعنی ما رو معرفی میکردن به مناطق نفخیز. همونجا هم که خدمت رو عرض کردم 20 نفر رو معرفی کرده بودن و ما در یک روز مثلا معرفی میشدیم که بیاید برای مصاحبه، که شب مصاحبه یکی از دوستان تماس گرفت گفت که فلانی کجایی، پس چرا خبر ما گفتم که چه خبره، گفتم ما که دیگه حالا انشاءالله دیگه میام تو مناطق میگیم آموزشیمون رو میگذنم، گفت نه باید بیایی مصاحبه، علیکی که نیست که همینجوری شما جذب بشی، شما باید بیایی مصاحبه علمی داری و اونجا باید موفق باشی. یه فردا صبح ساعت 8 صبح ما برسی توی اهواز میبودیم، خب موقع من ساکن دستور بودم، اومدیم و خوشبختانه همونجوری که عرض کردم از بین 20 نفر 4-5 نفر انتخاب شدن که ما هم جز اون انتخاب شده ها بودیم در اداره مهندسی پتروفیزیک. خب رشته من بازرسی فنی بود. من اون روز خیلی ناراحت شدم که از کارشناسای اداره بازرسی فنی کسی نبود که بخواد من رو انتخاب بکنه، چون من همونجوری که عرض کردم جز ممتازین بازرسی فنی بودم و در واقع اولین
فارغ التحصیل رشته بازرسی فنی کشور بودم و فکر میکردم که اونجا جذب میشم، برای خودم در واقع آینده های خیلی زیادی در رشته بازرسی فنی متصور بودم، برای اینکه هم علاقه داشتم به این رشته و هم اینکه خوب بلد بودم درسم رو و میخواستم توی این مسیر پیشرفت کنم، که رفتیم اداره بازرسی. متاسفانه به دلیل اینکه بازرسی فنی در اون لحظه با خلیه فلزات ادغام شده بود، رئیسش گفت که من الان پوزیشن خودم هم رو حواس، من چجوری یه نفر دیگر رو بخوام جذب کنم؟ شما برو سربازی، بعد از سربازی ما انشالله شما رو جذب میکنیم. و خب من خیلی ناراحت شدم و اومدیم و دیدیم در انتهای اون روز اسم ما رو اعلام کردن به عنوان پذیرفته شده، 2 سال تر خدمت و بعدش هم ادامه کار در اداره مهندسی و پتروفیزیک رو به مدت 22 سال من در اونجا بودم. قسمت های مختلف اداره پتروفیزیک رو در واقع فعالیت داشتم، چه تو بحث عملیات، چه ارزیابی های پتروفیزیکی، چه مطالعات جامع، و تا ریاستش رو هم بودم. 6 سال و نیم ریاست رو به عهده داشتم با 13 سال سابقه در واقع، و در سن 37 سالگی من موفق شدم در واقع این پله ها رو طی بکنم و به سرپرستی این اداره در واقع منصوب بشم، که 6 سال و نیم هم من سرپرست اداره بودم، که یه رکورد هست. یه رکورد به دو منظور در واقع، هم از این که حالا تا اونجایی که من از سال 75 که توی مناطق نفخیز هستم به یاد ندارن که کسی بیشتر از در واقع در 6 سال 6 سال و نیم اونجا تحمل سرپرستی رو داشته باشه، تحمل ریاست رو داشته باشه، و دوم این که سرپرست 6 سال و نیمه نداره. حالا به دلیل اتفاقاتی که می افتاد اونجا و این سرپرستی ادامه پیدا کرد تا 11/6 در واقع 96، و بعد هم در پوزیشن های دیگه، در جاهای دیگه، در سمت های دیگه فعالیت کردم، و بعد از اون هماهنگ کننده پروژه های مهندسی نفت بودم، یک سال و نیم معاون اجرایی پژوهش و فناوری بودم، و بعد یک کارگروهی تشکیل شد، کارگروه بسیار مهمی تحت عنوان تولید از منابع شیلی، همونجوری که خودتون میدونید الان همه جای دنیا دارن از منابع شیلی تولید میکنن، تولید نفت، تولید گاز، و من رئیس این کارگروه بودم. کارهای خوبی اونجا انجام شد و عرض به خدمت شما، توسعه مخازن با شرکت گسپروم روسیه بود، 3 تا میدان آب تیمور، منصوری و کرنج بود که من اونجا فعالیت کردم، و بعد از اون تقریبا 4 ماه پیش به سرپرستی معاونت مطالعات شیمیایی و آزمایشگاه های کنترل کیفیت منصوب شدم، که حالا همکارانی که تهران با من کار میکردن روی توسعه مخازن گفتن ما اجازه نمیدیم شما برید اون ور و بعد این ور کار بکنید، کارهایی که اینجا شما انجام دادید در واقع تقریبا یونیک و منحصر به فرد بوده. و حالا این نکته رو هم بگم، ما گفت که یه سفر روسیه هست که باید برید اونجا این کارها رو انجام بدید، و اگر ما از مناطق نفخیز میخوایم که 3 نفر رو انتخاب کنیم، اگر مناطق نفخیز اسم شما رو نذاشت، ما از اینجا خودمون به مسئولیت خودمون اسم آقای دکتر پرچخاری رو اضافه میکنیم. من اینو به مدیرانمون گفتم، گفتم پس حالا که اینجوری ما شما رو معرفی نمی کنیم که یه سهمیه اضافه داشته باشیم. به هر حال کار به اونجا کشیده نشد، بلکه کار به اونجا کشیده شد، در واقع دیگه منصوب شدیم در قسمت مطالعات شیمیایی، و یه 4 ماهی هست که در اینجا داریم فعالیت میکنیم. حالا اینجا هم فعالیت های خوبی شده، اقدامات خیلی خوبی انجام شده که در واقع به لطفی که خدا شامل در حال ما کرده تا الان تونستیم کارهایی رو انجام بدیم.
بسیار عالی. جناب دکتر، من فقط یه سوال کوچیک میان کلامتون. شما فرمودین که تحصیلات، در واقع مدرک تحصیلیتون موقعی که وارد صنعت شدین چقدر بودش؟ یعنی کارشناسی ارشدتون رو گرفته بودین شما؟ نه، من با تحصیلات در واقع کارشناسی رشته مهندسی شیمی بازرسی فنی در سال 75، یعنی من که فارغ التحصیل شدم، به محض فارغ التحصیلی اومدیم. این نکته رو بگم ببخشید، من سال 70 وارد دانشگاه شدم، چون اولین ورودی دانشگاه نفت آبادان بود. ما تقریبا من 7 ترمه میتونستم این رو تموم بکنم، ولی واقعیتش اینه که با توجه به اینکه اولین ورودی من 1 سال تقریبا میشه گفت علاف بودم، یعنی 1 سال پایان تحصیلاتم من تو خونه بودم، درسامو گذرونده بودم، ولی متاسفانه فارغ التحصیلی، حالا به دلایلی، چون میگم یک دانشکده نوعی بود، دانشکده اردن سال 70 بعد از جنگ رو اندازی شد. بنابراین خب سال 75 من با همون مدرک ریلیسانس اومدم وارد شدم. خیلی علاقه داشتم، عرض کردم، به خوردگی فلزات، یعنی بازرسی فنی. من یه روز رفتم، حالا بعد از اون داستان که خدمتتون عرض کردم، در واقع تلفیق دو اداره بازرسی و خوردگی فلزات، موقعی که تو مهندسی نفت بودم، پتروفیزیک، گفتم که برم یه جابجایی انجام بدم، برم بازرسی. یه مصاحبه با یکی از رؤسا داشتم، 4 ساعت با من مصاحبه کرد و گفت که توی تا الان با کسی مصاحبه نکردم که اینقدر اشراف به خوردگی فلزات داشته باشه. من بمون بازرسی فنی، گفت بمون مهندسی نفت. خب در اون شرایط مناطق نفخیز، واقعیت امر اینه که چشم و چراغ مناطق نفخیز جنوب مهندسی نفت بود. یعنی شما از نظر اضافه کاری، از نظر منزله سازمانی، از نظر امتیازات اصلا سقف نداشت، یعنی همه امکانات مال اونا بود. و اون بنده خدا به من گفت الان من مهندس 10 سال سابقه هم، خونه نداره، اضافه کاری 40 ساعت داره، من بیشتر از 40 ساعت بهش نمیدم و بمون هم اونجا توی مهندسی نفت. حرفشون رو گوش گرفتم، موندم توی مهندسی نفت. ولی برای ادامه تحصیل دوست داشتم خوردگی فلزات رو در واقع انتخاب بکنم. من چند سال کنکور، با اینکه توی مهندسی نفت بودم، خوردگی فلزات شرکت میکردم و سال اولی که شرکت کردم، خب توی خدمت سربازی شما نمیتونید کنکور بدید. من بعد از سربازی اولین کنکوری رو که شرکت کردم، خب سر جلسه حالم بد شد، یکی دو بار من از جلسه بردن بیرون. نهایتا 5 نفر جلوم بود که من قبول نشدم. اینها تمام خواست خدا بود، من اینها رو بیشترش رو در خواست خدا میدونم. و چند سال پیاپی اتفاقات مشابهی میافتاد که من خوردگی فلزات رو شرکت میکردم، اما متاسفانه پذیرفته نمیشدم به دلایلی غیر از دانش فردی خودم. یه سال با خودم گفتم که بیام سال مهندسی نفت شرکت کنم. من خدمتتون عرض بکنم، اون سالهایی که توی مهندسی نفت بودم، متنفر بودم از رشته مهندسی نفت، اینو جدا بهتون بگم، یعنی تنفر داشتم و میگفتم اگر بدون کنکور به من بگن برو رشته مخازن، نمیرم. وقتی که صحبت از سروک و نمیدونم این لایه های زمین شناسی میشد، واقعا حالم بد میشد. 2 سال حالت افسردگی داشتم تو سال خدمت. پسرم، من پزشک، باش مشورت کردم، گفت که الان طرح خدمتت پول نمیگیری، بذار بری سر کار، ماهی 100 تومن حقوق بگیری، ببینی 20 تومن بیشتر خرج نمی کنی، حالت میاد سر جاش. من این اتفاقم افتاد. این ما بعد از اینکه مشغول به کار شدیم، یواش یواش اون حالت تنفره، نمیخوام بگم تبدیل در واقع جذبه شد، ولی یه مقداری کمتر شد. تا اینکه گفتم حالا یه سالم بیا نفت شرکت کن، چرا شما مثلا اینقدر تأکید داری به اینکه خوردگی فلزات؟ خب ما رفتیم رشته نفت شرکت کردیم، سر جلسه رفتیم، سال اول رو نگاه کردیم دیدیم بلدیم، سال دوم نگاه کردیم دیدیم بلدیم،
این همه رو بلدیم و در واقع در اثر تجربیاتی که توی اداره پتروفیزیک و مهندسی نفت داشتیم، خوشبختانه باعث شد که ما بتونیم اعزام به خارج قبول بشیم در کنکور و سال 78 فکر میکنم ما قبول شدیم در کنکور سال 78 و دیگه کارهای اعزام ما انجام شد. من سال 1380 آذر ماه 1380 اعزام شدم به کلگری کانادا در حالتی که حالا 5 سال تقریبا با اعتصاب 2 سال خدمت سربازی سابقه کار داشت. اکسلونیمی موفق از کار شدم، البته به صورت در واقع مرخصی تحصیلی، بورسیه تحصیلی رفتیم کانادا، تحصیلمون رو اونجا ادامه دادیم و مجددا برگشتیم به کار و در پتروفیزیک در واقع ادامه دادیم و حالا اونجا بیشتر روی بحث‌های NMR کار کردم که اونجا حالا باز در ادامه خواهم گفت که یکی از تخصص‌های من توی بحث NMR هست که فرصت‌هایی بود که در اختیار من شاید گذاشته شد. و بعدش هم که دکترا هم که در سال 1394 باز شرکت کردم، روزی که دعوت به مصاحبه شدم اساتید دانشگاه تهران از من پرسیدن که چرا اصلا شما 82 فارغ التحصیل شدی الان اومدی برای ادامه تحصیل، حقیقتا بهشون گفتم که من خودم رو در حد دکترا نمیدیدم. یعنی وقتی که میگفتن دکترا، من مثلا خودم رو فکر میکردم در کنار حالا اساتید بزرگی که من اسمشون رو بیارم، واقعا دکتر شادی زاده، دکتر در واقع خراد، اساتید بزرگی، گفتم اونا دکتر باشن من هم دکتر، واقعیتش من در حد اینا نیستم. بنابراین من شرکت نکردم توی این سالها. بعد گفت خب چرا الان شرکت کردی؟ گفتم خب الان دیدم یه درختم دارن دکترا میگیرن که پایین تر از منن و من تصمیم گرفتم که بیام. خوشبختانه خندیدن و خب ما توی این سالها کارهای پژوهشی زیادی انجام داده بودیم و همون لحظه ای که من وارد اتاق شدم، چون گفته بودن به صورت مدارکی که دارید، کارهایی که انجام دادید، کارهای پژوهشی، مقالات، هم سافتش رو بیارید هم هاردش رو بیارید، یعنی اون کاغذها رو، یعنی من وقتی که اومدم شاید یه مثلا واسه یه چیزی با خودم میوردم که اینها رو حمل بکنه. اینا رو که دیدن گفتن شما قبولی دیگه، نمیخوای ادامه بدی. به هر حال سال 94 هم ما اونجا وارد دکترا شدیم، رشته دکترا. من پروژه دکترام رو تقریبا میشه گفت 4 سال مداوم کار کردم پروژه‌ام رو. حالا درس‌ها رو با سرعت پاس کردیم، زبان رو سریعا، آزمون جامعه رو سریعا و دو تا ویسی 19.5 و عرض به خدمت شما، قبل از اینکه من بخوام دفاع پروپوزال انجام بدم، یه مقاله در واقع اکسل گرفته بودم. با 9 تا مقاله من روی کار در واقع پروژه دکترام 9 تا مقاله من ارائه کردم که حالا اون لحظه ای که دفاع کردم 5 تا اکسپت داشتم و باز هم کمک کرد در واقع این مقاله. به هر حال سالهایی که شما فرمودید در حین بخش زیادیش در حین در واقع کار بوده. ابتدایی به ساکن من با لیسانس وارد صنعت شدم. خیلی ممنون، خیلی ممنون. جناب دکتر، برگردیم به اون دوران شغلیتون. توی مسیر شغلی خودتون چه فرصت ها و تجربیاتی داشتید که به نظرتون مفید بودن و موفق بودید توشون؟ ببینید واقعیتش شما اگر حالا من تجربه‌ای که دارم توی مناطق نفخیزه، ولی جاهای دیگر رو نمیدونم، ولی توی مناطق نفخیز تماما فرصته. یعنی شما یک مخصوصا برای مهندسین و کارشناسان، حالا به خصوص مهندسی نفت، کسایی که توی اداره مهندسی نفت میان، تماما فرصته. به نظر من یک ابر دانشگاه، یعنی مناطق نفخیز جنوب یک ابر دانشگاهی که هر نقطش رو بخوای نگاه بکنی یک دانشگاه بزرگ. بنابراین فرصت‌های خیلی زیادی هست و لحظه به لحظهش اینه که زنگ در رو میزنن و یک فرصت دم در ایستاده منتظره.
اینکه شما به کدوم در واقع در رو باز بکنی، این به خودتون برمیگرده، به تخصص های خودتون، به علایق خودتون، به در واقع شرایط شاید روحی اون لحظه خودتون، اینها تأثیر داره. من مهمترین فرصتی رو که میتونم اینجا مثال بزنم همون فرصت الزام به خارجیه که از طریق وزارت نفت البته زمان آقای بیژن زنگنه ایجاد شد، در اون زمان قرار شد چون مهندسی نفت ما فوق لیسانس دکترا در اون زمان زیاد نداشتیم و همونجوری که دیدید من مهندس شیمی رو می آوردن توی رشته مهندسی نفت و حالا یه دوره هایی می زاشتن، تربیت می کردن. ما همکار داشتیم، حالا همکارهای قدیمی حدودی های مثلا سال 55 56 اینها مثلا لیسانس آمار داشتن، لیسانس فیزیک داشتن، یه دوره هایی براشون می زاشتن و تحت عنوان مهندس نفت و مثلا ازشون استفاده می کردن. بنابراین این اعزام به خارجی که قرار شد طی 3 سال 300 نفر رو تربیت بکنن به عنوان مهندس نفت و مخزن فرصت بسیار خوبی بود، هم از نظر در واقع تخصصی. خب شما دانشگاه های برتر دنیا انتخاب شده بودن، همونجوری که خودتون میدونید دانشگاه کلگری تقریبا میشه گفت توی نفت بهترینه و دانشگاه مثلا هریات وات بود، امپریال کالج بود و بعد از ما یه چند تا دانشگاه از آمریکا هم کاندید شدن که بچه ها می رفتن اونجا. فرصت بسیار خوبی بود، هم از نظر تخصص، هم از نظر در واقع فرایند هایی که اونجا مترتب بود، یعنی برقرار بود، چه توی بحث دانشگاه امکاناتی که به دانشجویان می دادن و نظم و دیسیپلینی که چه توی دانشگاه بود و چه توی در واقع شهر و کشور. من یادم موقع وقتی که داشتم میرفتم رئیس ادارمون، رئیس وقت پتروفیزیک جناب آقای حسن احمدی راد بود، به من گفت فلانی شما داری میری اونجا، فکر نکن داری میری درس بخونی برگردی، تو داری میری اونجا فرهنگ اونا رو آشنا بشی، داری میری اونجا ببینی مردم چجوری زندگی میکنن و بتونی از اونها درس بگیری. یعنی ماها، ما کاری به حواشی اونجا ندارم، ولی شما اونجا نظمی که اونجا داره خیلی کمک میکنه به در واقع کارهایی که ما اینجا میخواییم انجام بدیم. مدیریت پروژه‌ای که حالا یکی از ضعفهایی به نظر من تکنولوژی کشور ما هست، افرادی که میرن اونجا باید اینها رو یاد بگیرن، باید بعد نظرشون باشه که وقتی اینجا مدیر میشن تأکید بکنن. افرادی که خارج کشور درس موندن به نظر من موفق ترن، یعنی در بعضی از جوانب موفق ترن اگر توجه داشته باشن. بنابراین به نظر من بهترین فرصتی که برای من ایجاد شد همین اعزام به خارج بود که من در واقع تونستم از این فرصت استفاده بکنم. البته خب با توجه به این که من توی دوره کاری افتخارم اینه که هر کاری رو که به من ارجاع دادن نه بهش نگفتم، یعنی پذیرفتم، گفتم که من این کار رو انجام میدم. یه روزی خب من معمولا صبح زود میرفتم سر کار، رئیس اداره اومد گفت یه نفر رو میخواییم برای ایزو معرفی بکنیم، تنها کسی که الان توی اداره هست اول وقت اومده و امروز باید بره سر کلاس جناب علی هستی و من رفتم. اون لحظه نقطه عطفی شد برای من که الان من 20 سال نماینده آینس در واقع پتروفیزیک مهندسی نفت مدفنی هستم. خب همین آینس میتونه یک فرصت باشه، یعنی یک تخصصی هست آینس ایزو، در واقع مدیریت کیفیت یک تخصصی هست که شما از در واقع کنار این میتونید درآمدزایی بسیار بالایی باشید. ما مشاورینی که دعوت میکنیم در واقع برای هر روزشون چند برابر در واقع روزانه حقوق ما میگیرن و کسی که توی این وادی بخواد ورود بکنه و تخصص لازم رو بگیره
خیلی راحت میتونه درآمدزایی بکنه، مخصوصا حالا اون زمان سال 82 بود که ما وارد شدیم توی این مسئله، شاید هم 83. حالا خیلی مهندس نفتی که مدیریت کیفیت بلد باشه نبود، بنابراین یک فرصتی میتونست باشه. خب من سر ممیزم هستم، هم گواهی نامه بین المللی ممیزی این مدیریت کیفیت رو دارم، هم سر ممیزی شد. ولی خب من الان استفاده ای نکردم و فقط در چارچوب همون اداره ای که وجود داره و خدمت به اداره انجام میدم. بحث MBA هست، یعنی حالا یه فضایی در صنعت نفت ایجاد شد، یه سری افراد رو یه در واقع آزمونایی میفرستادن، آزمونای تجمیع هست در واقع، چند در واقع فاکتور رو میسنجن و بعد برگزیدگان رو برای دوره‌های مدیریت میفرستادن تحت عنوان مینی ام بی ای، که باز این فرصت رو من داده شد. حدود 300 ساعت ما رفتیم، بسیار دوره خوبی بود، بسیار دوره مفیدی بود برای تمام عزیزانی که حالا میخوان مدیریت بکنن، چه افرادی که حالا در سطح بالای کارشناسی هستن، چه افرادی که میخوان مدیریت بکنن. به نظر من لازمه که این دوره رو بگذرونن. فرصت NMR فرصتی هست که در واقع بازم عرض کردم توی دوره کارشناسی ارشد برای من ایجاد شد، و وقتی که من وارد کشور شدم اولین مقاله در زمینه NMR رو در کشور من دادم و تقریبا میشه گفت خودم رو به عنوان پدر NMR میشناسم و NMR کشور البته میشناسم، و مقالات زیادی روی این زمینه دادم و دادم. اینها همه در واقع فرصت هایی هست که مناطق نفخیز به من داده. ریاست اداره در سال تقریبا میشه گفت آره 90 بود، فروردین ماه 90 با 13 سال سابقه، این فرصت به یک حالا بگیم به یک بچه، من یادمه مدیر عامل وقت مدیر عامل گفته بود این بچه چیه گذاشتیمش رئیس اداره، چون میدونید پتروفیزیک یک اداره بسیار استراتژیکی، اداره که در واقع ترنوور مالی درش زیاد هست، حواشی بسیار زیاد داره، و من خوشبختانه به نظر خودم البته بسیار موفق اونجا عمل کردم و این فرصت در واقع به من داده شد که خودم رو نشون بدم، و همین باعث شد که خیلی از شرکت‌های بیرونی خارجی حتی دعوتنامه هایی برای من ارسال میکردن که آخرشون همین سال گذشته بود با حقوقهای بسیار بالا در حالا کشور انگلیس بود به عنوان مارکتینگ منیجر، و دارم اون در واقع چیزش رو دارم که توی رزومم هم گذاشتم. اینها همه از منطقه نفیزه. اینها من روزی که حالا جابجا شدم از سرپرستی اداره گفتم که من خودم اون سرباز منطقه نفیز میدونم، هر چه که دارم از منطقه نفیزه، و اگر پرچه خاری الان این پرچه خاری حالا صحبت سال 96ه، و اگر من الان خدمت شما معذرت میخوام، همش در واقع نتیجه فرصت هایی است که مناطق نفخیز جنوب به من